درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه دو رسانه به دلیل نوع پوشش اخبار انتخابات اعلام جرم کرده است. فاطمه سپهری و دو برادرش با اتهامات مشابه به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. بنی گانتس با انتقاد از نتانیاهو از کابینه جنگ اسرائیل استعفا داد. شورشیان حوثی‌ها تحت حمایت ایران با حمله به دو فروند کشتی در مالکیت کشورهای اروپایی خساراتی به آنها وارد کردند. روسیه کارگران مهاجر و دانشجویان آفریقایی را مجبور می‌کند که به تلاش‌های جنگی علیه اوکراین بپیوندند. و مدیر برنامه جهانی غذای سازمان ملل گفته است که عملیات توزیع غذا از اسکله ساخت آمریکا در غزه را متوقف کرده است. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز دوشنبه دهم ماه جون 2024 میلادی برابر است با 21 خرداد ماه سال 1403 خورشیدی. با اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان برای دوره 14 انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نامزدها وارد مرحله مبارزات انتخاباتی شدند. مصطفی پور محمدی، علیرضا زاکانی، سعید جلیلی، مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی شش نامزدی هستند که صلاحیت آنها از سوی شورای نگهبان تایید شده است. اعلام اسامی این نامزدها و همچنین عدم تایید صلاحیت شماری از چهره‌های مطرح واکنش‌های گسترده‌ای به همراه داشته است. حزب ندای ایرانیان با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام پشتیبانی از مسعود پزشکیان از او به عنوان نامزدی مطلوب، شخصیتی دانشگاهی، وزیری توانا و مدیری برجسته یاد کرده که از پاک دستی و سلامت نفس برخوردار است و میتواند در شرایط فعلی مشعل اصلاحات و نور امید به فردای بهتر را زنده نگه دارد. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در سرمقاله شماره روز دوشنبه 21 خرداد ماه با اشاره به تایید صلاحیت مسعود پزشکیان نامزد جریان اصلاح طلب نوشت: اگر اصلاح طلبان شکست خوردند، آن را به گردن تقلب و تخلف نیندازند و اگر پیروز شدند، رأی مردم را نشانه مطالبه تغییرات اساسی نپندارند. محمد مهاجری، تحلیلگر سیاسی نزدیک به جریان اصولگرا، با اشاره به چینش نامزدهای این انتخابات از سوی شورای نگهبان گفت: به نظر می آید که یک مهندسی بسیار شیک در انتخابات صورت گرفته است. او در گفتگو با روزنامه هم‌میهن چاپ تهران افزود: همانطور که در انتخابات سال 1400 نتیجه انتخابات از پیش روشن بود، در سال 1403 هم نتیجه انتخابات حداقل از نظر آنهایی که این ترکیب را طراحی کردند مشخص است. رسانه‌های ایران می‌گویند تبلیغات رادیویی و تلویزیونی نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان برای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری از روز دوشنبه 21 خرداد ماه آغاز می‌شود. همزمان قوه قضاییه علیه دو رسانه حاشیه نیوز و بامداد نو به دلیل نوع پوشش اخبار انتخابات اعلام جرم کرده است. خبرگزاری صدا و سیما با اعلام اینکه برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات از امروز آغاز خواهد شد، اعلام کرد که اولین مناظره انتخاباتی هم روز 28 خرداد ماه برگزار می‌شود. بر اساس اعلام این خبرگزاری، تا 5 تیر ماه 5 مناظره تلویزیونی میان نامزدهای انتخابات برگزار خواهد شد. همزمان مرکز رسانه قوه قضاییه به دلیل آنچه که انتشار اخبار کذب در مورد انتخابات خواند، خبر داد که دادستانی تهران علیه دو رسانه حاشیه نیوز و بامداد نو اعلام جرم کرد. به گفته این مرکز، مدیران مسئول این دو رسانه برای ارائه توضیحات و رسیدگی به پرونده به دادستانی تهران احضار شدند. قوه قضاییه بدون ارائه جزئیات در مورد اخباری که آنها را کذب خوانده اعلام کرد: با شروع فضای انتخاباتی در کشور، انتشار برخی اخبار کذب در فضای مجازی و سایت‌های خبری بیشتر شده است.
شعبه 5 دادگاه انقلاب مشهد، فاطمه سپهری زندانی سیاسی و برادران او حسین و محمد حسین سپهری را به حبس‌های طولانی مدت محکوم کرد. اسقر سپهری، برادر خانم سپهری، شامگاه یک شنبه 20 خرداد ماه در شبکه اجتماعی اکس نوشت: فاطمه سپهری در مجموع به 18 سال و 6 ماه حبس، محمد حسین سپهری به 8 سال حبس و حسین سپهری به 5 سال و 6 ماه حبس محکوم شدند. به گفته او، اتهامات این سه عضو خانواده سپهری حمایت از اسرائیل، اجتماع و توانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، توهین به خامنه ای و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده است. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، از ادامه پیگیری‌ها برای آزادی بشیر بی آزار که به عنوان مدیر سابق صدا و سیما معرفی شده و با اتهامات امنیتی در فرانسه بازداشت شده خبر داد و گفت که اقدامات رسمی و دیپلماتیک برای او صورت گرفته است. کنعانی افزود که جمهوری اسلامی اطلاع نزدیک و روشنی از وضعیت بی آزار به دست آورده است. کنعانی اشاره کرد که جمهوری اسلامی برای آزادی بشیر بی آزار با سفیر فرانسه در تهران هم گفتگو کرده است. بشیر بی آزار که به عنوان مدیر پیشین تولیدات اداره موسیقی صدا و سیمای جمهوری اسلامی معرفی شده، بیش از یک هفته است که در فرانسه بازداشت و حکم ترک خاک یا دیپورت برای او صادر شده است. فروش غیرقانونی غلات و محصولات کشاورزی از مناطق اشغال شده اوکراین توسط روسیه موضوع جدیدی نیست، اما اسناد هک شده که به تازگی به دست خبرنگاران تحقیقاتی رسیده، ایران و حتی کشورهایی چون اسپانیا را جزو مشتریان این اموال غارت شده معرفی می‌کند. همچنین از این اسناد برمی‌آید شرکتی که مسئول تجارت غیرقانونی با ایران است، زیر نظر افراد نزدیک به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه فعالیت می‌کند. در تابستان سال 2021، 6 ماه مانده به آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه، کشاورزان استان خرسون در اوکراین از برداشت بیش از 2 میلیون تن غلات خبر دادند که در این منطقه یک رکورد تاریخی بود. در پی اشغال این استان توسط نظامیان روس، مقاماتی که از سوی روسیه گمارده شده بودند، به شرکت‌های اوکراینی که پیش از جنگ در این منطقه فعال بودند اعلام کردند که اموال این شرکت‌ها از این پس مصادره شده به حساب می‌آید. روسیه این اموال را به صورت غیرقانونی صادر کرد. اسناد هک شده نشان می‌دهد که شرکت‌های روسیه سیم ترانس گروپ، فرگات و پالادا در این صادرات غیرقانونی نقش داشتند. اکثر مدارک هک شده به شرکت روسیه پالادا اختصاص یافته که یکی از آنها قرارداد فروش بیش از 80 هزار تن جو به ایران است. اسناد هک شده تحویل دست کم نیمی از این حجم را در بندر امام خمینی تایید می‌کند. بنی گانتس، رئیس حزب وحدت ملی و یکی از سه عضو کابینه جنگ اسرائیل، در اعتراض به سیاست‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر از سمت خود کناره‌گیری کرد. آقای گانتس روز یک شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد: متاسفانه نخست وزیر کشور ما را از دستیابی به پیروزی واقعی باز می‌دارد. او گفت نتانیاهو وعده‌های تو خالی می‌دهد و با توجیه جنگی ادامه دار و دردناک انتظار دارد که جنگ برای سال آینده هم ادامه یابد، در حالی که کشور باید مسیر متفاوتی در پیش بگیرد. این عضو میانه روی کابینه جنگ بنیامین نتانیاهو را به سوء مدیریت در اقدامات جنگی و ترجیح دادن بقای سیاسی خود به جای نیازهای امنیتی کشور متهم کرد. بینندگان هشمند، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگان جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر، برا.
با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم. کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم. و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. همزمان با دهمین سفر وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل و هشتمین دیدار او از خاورمیانه در بیش از 8 ماه گذشته، کنارگیری وزیران ارشد میانه‌رو از ائتلاف دولت اسرائیل ادامه دارد و فرمانده ارتش این کشور در جنوب هم از مقام خود کنارگیری کرد. ارتش اسرائیل هم اعلام کرد که 3 گروگان مرد که کماندوهای این کشور آنها را روز شنبه همراه با 1 گروگان زن از اردوگاه ناصیرات در باریکه غزه نجات دادند، از سوی حماس در خانه عبدالله الجمال، روزنامه‌نگار فلسطینی، پنهان شده بودند. الجزیره همکاری این روزنامه‌نگار با این شبکه را رد کرده است. وزیر خارجه آمریکا در حالی روز دوشنبه به اسرائیل و منطقه باز می‌گردد که مصر و قطر هنوز خبری از دریافت پاسخ قطعی گروه افراطی حماس در خصوص پیشنهاد آتش‌بس منتشر نکردند. تلاش‌های دیپلماتیک برای توقف نبردها در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی از دست حماس همچنان ادامه دارد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، برای 8th time از زمان حمله سازمان تروریستی حماس به اسرائیل و آغاز جنگ در غزه راهی خاورمیانه شده است. بلینکن روز دوشنبه در نخستین ایستگاه سفر خاورمیانه‌ای خود وارد قاهره شد. به گفته محافل آگاه، قرار است که وزیر خارجه آمریکا با عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر، دیدار و گفتگو کند. بلینکن که در رأس هیئتی 40 نفره سفر می کند، روز چهارشنبه با مقامات اسرائیل، اردن و قطر دیدار و گفتگو خواهد کرد. آمریکا شامگاه یکشنبه از اعضای شورای امنیت سازمان ملل خواست پیشنویس قطعنامه پیشنهادی این کشور برای برقراری آتش‌بس کامل و فوری در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی را به بحث گذاشته و روند رأی‌گیری برای آن را به جریان بیندازند. سخنگوی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل در بیانیه‌ای تاکید کرد که اجرای این توافقنامه می‌تواند منجر به آتش‌بس فوری در غزه، آزادی گروگان‌ها، خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق پرجمعیت در مرحله اول، افزایش فوری کمک‌های بشردوستانه، بازگشت خدمات پایه‌ای و بازگشت غیرنظامیان فلسطینی به شمال غزه شود. در این پیشنویس اصلاح شده که گفته می‌شود از سوی اسرائیل پذیرفته شده، بندی که بر مخالفت با ایجاد مناطق حائل امنیتی در غزه بعد از عقب‌نشینی اسرائیل تاکید می‌کرد، حذف شده است. ویولا آمپرت، رئیس جمهور و رئیس شورای فدرال سوئیس، به خبرنگاران در پایتخت این کشور گفت که هدف از نشست صلح اوکراین که روزهای شنبه و یک شنبه آینده به میزبانی سوئیس برگزار می شود، ترسیم مسیری به سوی صلح احتمالی بعد از حدود 28 ماه از زمان حمله نیروهای روسیه به خاک اوکراین است. به گزارش آسوشیتد پرس، آمپرت گفت
این نشست تبلیغات نیست، بلکه مبنایی برای کمک‌های بشردوستانه ارائه شده توسط سوئیس و برای آغاز یک گفتگوست. انتظار می‌رود که برخی سران کشورها از جمله ایمانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه و اولاف شولتز صدراعظم آلمان در این اجلاس شرکت کنند. مقامات سوئیسی گفتند که انتظار می‌رود که فهرست شرکت کنندگان تا روز جمعه نهایی شود، اما کشورهای در حال توسعه کلیدی مانند ترکیه، آفریقای جنوبی و برزیل هنوز واکنشی به دعوت نشان ندادند. هند مشارکت خود را اعلام کرده، اما مشخص نیست که در چه سطحی حضور می‌یابد. به گفته مقامات سوئیسی، برزیل و چین گفتند تا زمانی که هر دو طرف از جمله روسیه سر میز مذاکره نباشند، شرکت نخواهند کرد. خبرگزاری بلومبرگ روز یک شنبه با استناد به ارزیابی مقامات اروپایی گزارش داد که روسیه کارگران مهاجر و دانشجویان آفریقایی را مجبور می‌کند که به تلاش‌های جنگی علیه اوکراین بپیوندند. بر اساس این گزارش، مقامات روسیه کارگران مهاجر را تهدید کردند که در صورت نپیوستن به نیروهای مسلح روسیه، روادید آنها را تمدید نخواهند کرد. یکی از مقامات اروپایی در این زمینه گفت که برخی کارگران آفریقایی تبار تهدید شدند اگر با شرکت در جنگ علیه اوکراین موافقت نکنند، اخراج خواهند شد. برخی از این کارگران به رشوه دادن به مقامات روسی متوسل شدند تا از درگیری دور بمانند. نشریه روسیه ودموستی روز دوشنبه گزارش داد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور در طی هفته‌های آتی به کره شمالی سفر خواهد کرد. این نشریه در گزارش خود به نقل از سفیر روسیه در پیونگ‌یانگ نوشت که تدارکات این سفر از پیش اعلام شده به طور فشرده در دست انجام است. کره شمالی به خاطر برنامه‌ها و فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای‌اش و همچنین تحریم‌های بین‌المللی در انزوا به سر می‌برد. روسیه در پی تجاوز نظامی به اوکراین در فوریه سال 2022 تا کنون همکاری‌های تسلیحاتی و نظامی خود با این کشور را گسترش داده و تقویت کرده است. تشدید این همکاری‌ها نگرانی کشورهای غربی را برانگیخته که بر این گمانند کره شمالی مهمات توپخانه و همچنین موشک برای استفاده در حملات به اوکراین در اختیار روسیه قرار می‌دهد. کره شمالی چنین اتهامی را رد می‌کند، در حالی که روسیه نه آن را تایید کرده و نه رد کرده است. ایمانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه بعد از شکست در برابر حزب راست افراطی مارین لوپن در انتخابات اتحادیه اروپا، پارلمان فرانسه را منحل کرد و از برگزاری انتخابات زودرس خبر داد. رخدادی که از آن به عنوان قمار بستر آینده سیاسی این رهبر جوان فرانسه نام برده شده است. تصمیم غافلگیر کننده ماکرون زلزله سیاسی در فرانسه به پا کرده، کشوری که اکنون در آن جریان راست افراطی بعد از سالها حاشیه نشینی قدرت گرفته و ریاست جمهوری ماکرون را 3 سال پیش از پایان یافتن آن تهدید می کند. اگر حزب تجمع ملی مارین لوپن اکثریت پارلمانی را در فرانسه به دست بیاورد، به معنای آن است که رئیس جمهور کانونی فرانسه قدرت خود را به طور قابل ملاحظه‌ای از دست می‌دهد و دیگر تأثیر اندکی بر مسائل داخلی این کشور می‌تواند بگذارد. نتایج انتخابات پارلمان اروپا و موفقیت احزاب راستگرا و پوپولیست در برخی از کشورها زلزله‌های سیاسی به همراه داشته. الکساندر دوکرو نخست وزیر بلژیک در پی شکست حزبش لیبرال ها و دموکرات های فلاندری در این انتخابات اعلام کرد که از مقام خود استعفا می دهد. دوکرو باید تقاضای استعفای خود را به فیلیپ پادشاه بلژیک ارائه بدهد و او می تواند این درخواست را بنا به صلاح دیدش رد کرده یا با آن موافقت کند. حزب راست افراطی جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا با کسب 28% آرا موفق شد در انتخابات پارلمان اروپا در این کشور پیروز شود. این موفقیت هم جایگاه ملونی را در داخل ایتالیا تقویت می کند و هم نقش آفرینی گسترده او در اروپا را تثبیت خواهد کرد. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا.
سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilawgroup.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه درک دربند چلو کباب سفارش میدادیم؟ غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. در کلینیک استوکهلم دسپاس زیر نظر دکتر مهناز جمالی می توانید از خدمات بی‌نظیر این کلینیک بهره مند شوید. خدماتی همچون لیزر مو، بوتاکس، فیلر، شفافسازی و جوانسازی صورت، بوتاکس های درمانی، عضلسازی بدن و کاهش وزن. برای کاهش وزن شما می توانید با استفاده از سماگلوتاید در کوتاه‌ترین مدت زمان به وزن دلخواهتون برسید. پکیج کامل زیبایی و جوانی خود را در کلینیک سوکالم دسپاس تجربه کنید. شماره تماس 562-459-7043. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال می‌کنیم. مدیر برنامه جهانی غذای سازمان ملل روز یکشنبه گفت که عملیات توزیع غذا از اسکله سخت آمریکا در غزه را به علت نگرانی از امنیت مردم متوقف کرده است. سندی مک‌کین گفت که در جریان عملیات ارتش اسرائیل برای آزادی 4 گروگان، 2 انبار این نهاد سازمان ملل هدف قرار گرفت که منجر به زخمی شدن یکی از کارکنان آن شد. آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده تصمیم برای توقف توزیع کمک‌ها را گامی برای بازنگری وضعیت امنیتی در غزه توصیف کرد. این آژانس با برنامه جهانی غذا و شرکای بشردوستانه آنها در غزه برای توزیع غذا و سایر کمک‌های دریافتی از اسکله تحت اداره ایالات متحده همکاری می‌کند. در همین حال، پیش از این ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که یک هواپیمای C-130 ارتش آمریکا در روز یکشنبه بیش از 10 تن مواد غذایی آماده مصرف را از طریق آسمان به غیر نظامیان شمال غزه رسانده. به گزارش سنتکام، با احتساب این کمک‌ها، ایالات متحده در 3 ماه گذشته بیش از 10,000 تن کمک بشردوستانه را تنها از طریق آسمان به مردم نوار غزه، به ویژه ساکنان مناطق شمالی رسانده است.
بعد از حدود 6 روز آتش سوزی گسترده در جنگل‌های پاوه و ارتفاعات جوانلود، مقامات استانی در روز دوشنبه 21 خرداد ماه از مهار کامل آتش خبر دادند. افشین یگانه، مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه، گفت که بازدید میدانی و پایش منطقه از طریق هلیکوپتر نشان می‌دهد که حریق به طور کامل اطفا شده است. به گفته این مقام دولتی، شماری از نیروهای محیط‌بان برای جلوگیری از شعله‌ور شدن دوباره آتش در منطقه پراکنده شدند و نقاط مستعد آتش را زیر نظر دارند. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای سپهر. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.